سلام دوباره، صبح تمام هموطنان عزیز ما که همی لحظه با ما پیوستن بخیر باشن. انشاءالله که همتون خوب و سلامت باشین. در بخش مهمانخانه قرار داریم، دو مهمان عزیز و با استعداد در کنار ما هستن، سهیر جان رحمانی و آریا جان نوری، دو نوجوان که با استعداد هستن و خلاق هستن، لایق هستن و امروز قرار است که با پروژه هایشان انگیزه های بسیار خوب بر هم قطارهایشان بدن. قرار است که در مورد پروژه هایی که خودشان با کمک استادایشان ساخته صحبت های هرچی بیشتر داشته باشیم. شما هم تنهای ما نگذارین. آریا جان خیلی خوش آمدید، صبح بخیر. صبح شما بخیر، زنده باشین. سهیل جان خودم خیلی خوش آمدید، صبح بخیر. صبح شما بخیر، زنده باشین. خرسند هستیم که شما رو در کنار خود داریم. امروز روی پروژه ساینسی تان حتما صحبت می داشته باشیم، اما قبل از اینکه ما در رابطه با پروژه تان چیزی بگوییم، دوست داریم از خود شما بپرسیم. آریا جان امروز روی کدام پروژه کار میکنی؟ پروژه که امروز در نظر شما گرفتیم مربوط به کیمیا می باشد که تبدیل شکر به زغال و هم کاربن می باشد. خب شما چی کار میکنه؟ ما دو پروژه دارم، یکی از بخش فیزیک میباشد و یکی دیگه بخش کیمیا. از بخش کیمیا میخوام آتش سبز توسط میتانول و بوریک اسید بسازم و پروژه فیزیکم اف ام ترانسمیتر میباشد و رادیو استیشن. خب قبل از اینکه از آغاز پروژه تان ازتان بپرسیم، در رابطه با آمادگی هایتان بگوین، چی مدت زمان ای را عملا کار کردین تا اینکه نتیجه مثبت داد؟ تقریبا یک هفته وقت گرفتن. در مرحله اول نتیجه مثبت دادن. مواد لازم پروژه من شکر می باشد، سلفوریک اسید، بیکر و ملی شوردهنده. در یک بیکر ما مقدار شکر داریم. پروژه خود اول می خواهیم معرفی کنم. پروژه ما است تبدیل شکر به زغال و هم کاربن. شکر یا قند از جمله مرکبات عضوی است که در ترکیب خود عناصر هیدروژن، کاربن و اکسیژن از زمان که ما مقدار سلفوریک اسید را بالا شکر علاوه می کنیم، چون سلفوریک اسید خاصیت جذب کردن آب را دارد، آب شکر و هیدروژن اکسیژن را به خود جذب می‌کند و شکر را تبدیل به زغال یا هم کاربن می سازد. ما در یک بیکر مقدار شکر داریم. مقدار سلفوریک اسید بالاش علاوه میکنیم. مقدار سلفوریک اسید باید کم باشه؟ بله، مقدار سلفوریک اسید کم باشه. تعامل از این پایین دقیقه را در بر میگیره تا تعامل کند. یعنی هر مقدار که اضافه کرده میری تغییر رنگ میده دیگه شکر. یعنی 5 دقیقه در بر میگیره که آماده شوه. بله. خیلی خوب، تا وقت میتونیم که کم در مورد پروژه سهیر جان هم معلومات داشته باشیم که پروژه چگونه است. تا وقت تا 5 دقیقه میشه که پروژه خود آماده شوه. آریا جان خب کاربرد پروژه های خود در چی است سهیر جان؟ اول از پروژه کیمیا هم شروع میکنم که آتش سبز میباشه که با بوریک اسید و ایتانول و یا هران چیزی که آتش باشه مخلوط میکنیم. اول آتش و یا ایتانول اضافه میکنیم. که میتونه خطرناک هم باشه. بله، بسیار مواظب باشیم. بله. و بعد بوریک اسید مقدارش دیگه مشخص نیست که باید. نه خیر، هر چقدر مندازه اما انقدر دوام تر میکنه آتش سوز میکنه. و برای سی سونی که مخلوط شد فعلا ایره با آتش مخلوط متوجه باش. متوجه باش سهیر جان. فعلا روشنی است یا چرا آقا بشه آتش سبز داغ است، بسیار داغ است. آتش سبز آتش است که سهیر جان دودم نداره فکر میکنم. نخیر. آها بسیار عالی است. اول میشه که چه میره خاموش کنم. و از همه مهمتری که یک مورد مهمی است که خودت با اولین تجربه و نتیجه مثبت رسیدی. این دیگه نتیجه زحمات یک کس هست دیگه که با خودت همکاری کرده. استاد ماست. استاد کدام مضمون؟ مضمون کیمیا. از پروژه دوم سهیر جان هم بپرسم که پروژه دوم تو خطرناک نباشه؟ نه خیر، خطرناک نیست. این مربوط به فیزیک می باشه که اگر ایره چالان کنیم داخل از اف ام ترانسمیتر می باشد، یعنی توسط بلوتوت یک موبایل کنک می شود. وقتی کنک شد فرکانس رادیویی پخش میکنه. هر آن چیزی که در این پخش پلی کنم در توسط رادیو جذب میکنم.
پروژه ما تا عمل صورت گرفته است. بسیار خوب. بسیار عالی این پروژه. دود کازی بالا می برنامه دود سلفر دای اکساید رسیده. تمام شد آریا جان. آین تصویرش هم ببینین. او کم کم دیگه بالا می بالا می این را دیگه میبریم برای سان جان که شده زمستان میشه کارش که خب شروع میکنیم کار سهیل جان ببینیم که چی کار میکنه فعلا در بلوتوت کنکت هست فرکانس رودی تا 2 متر میتونه اگر آنتن برای ازی نصب بکنیم میتونه تا 10 متر الا 50 متر فرکانس رودی پخش کنه مثلا ما یک آهنگ را پلیم یک آهنگ دینی داریم بله بفرمایید بفرمایید این رو استاد می شود وقتی که دوباره پخشش که بکنم شروع را چی بکنم یعنی کنترولش از طریق یک موبایل دیگه صورت می گیره بدون از این که از این استفاده بکنه بله آفرین بسیار خوب یام از پروژه جوانان ما که واقعا چقدر عالی اجرا کردن بله واقعا عالی بود این پروژه خطرناک هست داخل صنفا کار نکنین که من نمیاد نفسم کم کم قید شده داره یگان وقت بگوین که ما ماسک استفاده کنیم تا اینکه خدای نخواسته و شاگردایی که با شما میباشه متضرر نشن یا کدام گرفتگی تنفسی برشون پیدا نشه دیگه هم کدام مورد مانده سهیر جان آریا جان که شما با دوستایتان نمایش بدین نمانده از برنامه های آینده شان بپرسه بسیار خوب آینده چی پلان ها دارین در مورد پروژه ها یا پروژه های نو تازه که دارین ما میخوایم در آینده رادیو استیشن ما بیشتر انکشاف بدم و میخوایم ایرا به تمام جهان به تمام افغانستان را بگذارم و انشالله یک ایرا برای که آنتر نصب کردم میخوایم در خود یک بخش رادیو بگیرم انشالله آریا جان خودت چه پلانا داری؟ کدام پروژه ها را روی دست داری؟ ما میخوایم در پروژه های دیگر را هم سم بگیرم پروژه های زیاد است میخوایم داشت سم بگیرم میخوایم موضوع خود فعالیت رو بیشتر انشالله انشالله شما در آینده چی میخواین شوین سهیر جان؟ من در آینده طریق علم میخوام مردم خود انکشاف بدم افغانستان انکشاف بدم میخوام انجینیر و دکتر شم انشالله شما آریا جان؟ تجاره هم دکتر میخوام انشالله به تمام آرزوهایتان برسین دقیقا بسیار زیاد تشکر از آریای عزیز و سهیر جان عزیز که امروز آمدند و در کنار ما بودند خوش